سلام به همه و مخصوصا سلام به ایرانیای عزیز. موضوع این ویدیو بازم در مورد آیتم های چینی هستش و لوازم هایی که به صورت فوق العاده ارزون از چین داره وارد کشورهای دیگه میشه و بازم به خاطر ارزونی ضرری که به گجت های ما میزنه. موضوع این ویدیو همینجوری که دارین توی عکس ها میبینید برند یا میتونم بگم کمپانی ال دی نیو هستش و محصولی که داده بیرون به اسم مبدل یو اس بی یا هاب یو اس بی به صورت 6 تایی مدل A6704 و این به شارژ سری معروفه و همینجوری که دارید میبینید 6 تا خروجی شارژ داره که یه دونش فوق العاده سریه، حالا به قولی که این کارخونه ادعا کرده یا کمپانی، و 5 تای دیگه‌ش هم یو اس بی های مختلف برای شارژ. نکته ای که وجود داره و همینجوری که دارید میبینید با برق مستقیم وصل میشه و این حالت آداپتور داره و به شما همینجوری که گفتم 6 خروجی یو اس بی میده. اول از همه باید به شما بگم که این به گجت یکی از یوزرها آسیب رسونده و قسمت شارژ اون گجت رو خراب کرده. قیمت این آداپتور توی بازار یا این مبدل شارژ یو اس بی حالا به صورت سری خیلی پایینه، حتی از یک شارژر یا آداپتور اورجینال یک تلفن همراه. شما شارژر یک تلفن همراه و حالا من بازم میگم از قیمت‌های ایران دقیق البته بخوام بگم به روز اطلاعی ندارم، ولی این اگر که یک شارژر اورجینال توی بازار مالزی از 70-80 رینگت به بالا باشه که طبیعتاً هم هست، این شارژر اینجا به قیمت بین 27 تا 40 رینگت داره به فروش میرسه. به نظر شما چطوریه که یک دونه شارژر اورجینال یک گوشی که برای شما اگر که گم نشه یا اگر که ضربه نخوره یا اگر که سیمش پاره نشه برای شما چندین و چند سال کار میکنه، قیمتش اونقدره و یک پورت داره، ولی این 6 تا خروجی یو اس بی داره و فست شارژینگ، چطوریه که برای شما خوب کار بکنه با قیمت فوق العاده پایین؟ رقابت هم میکنن توی این. بعد همین جوری که دارین تو عکس میبینین جعبه های مختلفی داره، جنس چینی هستش که چند مدل از بغلش تقلبی میاد بیرون، یعنی ما اصلا وارد اون مبحث نمیخوایم بشین. من در این دستگاه رو باز کردم، خیلی هم سخت درش باز شد. من اصلا توی اینترنت چیزی در مورد باز کردن این ندیدم، ولی به قولی اگر که به مشکلم بخوره، چون خیلی یوزر معمولی سخت میتونه در اینو باز بکنه، اینو میندازه دور و دیگه ازش استفاده نمیکنه، شاید بره یه دونه دیگه بگیره و اگر دستکش به مشکل بخوره شاید متوجه نشه. الان قسمت شارژر گجت این یوزر از بین رفته و باید کلی پول بده، 3-4 برابر قیمت ارزونی که بابت این داده، و به قول خودش تبلت و نمیدونم یه سری دوربین 4K و 2 تا تلفن همراه رو به این وصل میکرده. حالا شانسی که آورده یه دونش به مشکل خورده. این سیستمیه که یک کمپانی چینی برای فست شارژینگ داره عرضه میکنه. ببینید کسایی که در تعمیرات هستن و به قطعات آشنا هستن میبینن که از چه نوع قطعاتی تو این دستگاه استفاده شده.
من توی ویدیو کیفیت استاندارد ضمانت گفتم، بازم میگم، کیفیت یعنی وقتی که یک کمپانی برای شما میذاره برای گجتتون، یعنی ارزشی که برای شما قائله. این یوزر 37 رینگت، حالا بگیم 30 رینگت پول اینو داده که چند تا از گجتاش با هم شارژ بشه، و به خاطر ارزون بودن و به خاطر با کیفیت نبودن محصول، یکی از گجت‌هاش از بین رفته و باید به نمایندگی بره و تعمیر بشه با قیمت بالا. چرا خود کمپانی‌های معروف مثل سونی، مثل موتورولا، مثل نوکیا یا هر کمپانی دیگه ای، وان پلاس، چرا اینا به قولی از این مبدلای شارژ تولید نمی کنن؟ و اگر که هم که بخوان تولید بکنن، با قیمتای اینجوری تولید نمیشه، با قیمت فوق العاده بالا. ولی باز هم همشون دارن از همون شارژر خود دستگاه استفاده میکنن و هیچ کمپانی معروفی رو من ندیدم از این چیزا برداره و تبلیغ بکنه یا بسازه یا بغل گوشی‌های خودش یه همچین چیزی رو تبلیغ بکنه. این پلاستیک این دستگاه هستش، به گفته یوزر خود به خود داشته ترک می‌خورده و می‌شکسته. ببینید، بعد از یک مدت به قدری جنس این پلاستیک بی کیفیت هستش که بعد از یک مدت خود به خود ترک خورده و من همینجوری که اینجا بهتون نشون بدم. ببینید، در این قسمت ترک خورده. این وسیله‌ای که با برق سر کار داره و پشتش هم سری توضیحات داده، همینجوری که دارید میبینید، در مورد وات این دستگاه، ورودی، خروجی، برقی رو که استفاده میکنه، برقی رو که میکشه و به قولی که چقدر چند وات هستش و همه چی. اینها استاندارد نیستند و یه همچین آیتم هایی طبق استاندارد تولید نمیشه. به نفع شماست که از آداپتور اصلی گجتتون استفاده کنید و اگر هر اتفاقی بسش افتاد، چه شارژر تقلبی، چه بخواید از این هابای 6 تایی یا حالا جدیداش 8 تایی یا 10 تایی اومده باشه، بازم با همین قیمت بخواید استفاده بکنید، بهتره که از خود شارژر اصلی استفاده بکنید و اگر اون اتفاقی بسش افتاد، دوباره یک شارژر دیگه از نمایندگی اصلی تهیه بکنید. اگر که شما نصف روز یا به قولی یک روز تلفن همراه نداشته باشید، خیلی بهتر از اینه که تلفن همراه شما، یعنی یک معادله سرانگشتیه، تلفن همراه شما یک هفته، دو هفته در حالت خیلی خوب اگر شانس بیارین توی نمایندگی بمونه برای تعمیر. یک به قولی حساب و کتاب بکنید ببینین کدومش بهتره که شما از این دستگاه استفاده بکنید در صورت گم شدن شارژتون، یا چند تا دستگاه رو با هم شارژ بکنید، یا سب بکنید که دستگاهاتون با آداپتور با شارژرهای خود اصلی خودش شارژ بشه، یا از اینا باید استفاده بکنید و اونجا به نتیجه های درستی خواهید رسید. من امیدوارم که این ویدیو به درد بخوره و بتونید ازش استفاده کنید.